سلام بر همه بچه ها، با جلسه سوم فیزیک پایه در خدمت شما هستیم. صدام هم اوکیه جان؟ بله. خب بچه ها، ما جلسه ویو بیام اینجا بیام ببینم تا کجا گفتم، تا سر چگالی. تا سر چگالی. خب تعداد قطع رو، دقت اندازه گیری رو. خب بچه ببینید، چگالی برای من اهمیتش خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه چگالی جدا از اینکه توی فصل اول دهم میتونه سوال مستقیم بیاد، میتونه تو سال دهم تو فصل دوم تو مبحث فشار و زمانی که روژه هاشو دارم کار میکنم، خب این رو خیلی به درد ما میخوره. اصلا ما باید بدونیم آقای قادر پناه ببخشید، اصلا چگالی چیه؟ این خیلی مهمه. چگالی میگن استاد جرم واحد حجم. آقا به چه درد میخوره؟ الان من یه سوال دارم. فرض کن جعبه ماشین لباسشویی پر آب کنی، خب بعد با بابات میخوای وزنش کنی. آیا یه جعبه ماشین لباسشویی میدونی چند نفر آدم این جعبه اگه پر آب باشه چقدر سنگینه، چقدر با بدبختی میتونی بیاریش روی ترازو بذاریش تا ببینی جرمش چقدره، وزنش چقدره؟ آیا راه دیگه ای نداره؟ آیا نمیشه بگیم انقدر آب مثلا جرمش انقدره، پس حالا انقدر آب چقدر؟ چگالی به تو میگه آقا مثلا یه مقدار مشخصی از یک ماده انقدر جرم داره. حالا اگر تو میخوای بدونی مثلا 100,000 متر مکعبش چقدر جرم داره، دیگه نیازی نداره که بذاریش رو ترازو. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا میگم فرض کن شما حالا جدا از این که محدودیت دارین توی وزن کردن اجسام، فرض کن یهو وارد خونتون میشی میبینی اتاقتون که یه اتاق 3 متر در 4 متره یهو 10 سانت آب روشه، شیره مثلا شوفاش خراب شده، آب اومده روش، کف اتاقت پر آب به ارتفاع 10 سانت. بابات نگران اینه که نکنه وزن آب انقدر زیاد باشه که مثلا خونه خراب شه بره طبقه پایین. بی وزن داره دیگه. بهت بگه پسرم دخترم این همه هزینت کردم، انقدر از کلاس فیزیک تعریف کردی، بگو ببینم چند کیلو آب الان رو زمینه. تو میتونی آبو یکی یکی تو کیسه فریزر بذاری یکی یکی وزن کنی حاجی؟ یک کیلو یک کیلو یک کیلو چه کاریه؟ اگر تو بدونی یه حجم مشخص از آب چقدر جرم داره، حالا میای حجم آبی که دور زمین هست رو پیدا میکنی و با این حجم جرمشو پیدا میکنی. یا برعکس میخوای بدونی 20 تن آهن چه فضایی رو اشغال میکنه، خب 20 تن آهن چرا؟ چون میخوای بدونی چند کانتینر باید بگیری که آهنا رو مثلا از چین خریدی الان با کانتینر اومده بندر عباس، حالا این 20 تن آهن میخوای بدونی چند تا کانتینر نیاز داری. خب اگر تو بدونی همیشه یه مقدار مشخصی از ماده که فضا رو اشغال میکنه چه جرمی داره، خب میتونی با یک تناسب مثلا میگم آقا فرض کن اگه بفهمی انقدرش 5 کیلوه، اینو بدونی. چگالی اینو بهت میگه، چگالی بهت میگه یه مقدار مشخص از یک ماده چند کیلوه. تو اگه اینو داشته باشی دیگه همیشه میتونی هر میزان حجم دیگه‌ای بفهمی چند کیلوه، یا نه هر چند کیلو از یک ماده چقدر فضا رو اشغال میکنه. مثلا میگم مثلا میخوای بدونی 100 کیلو پنبه چه فضایی رو اشغال میکنه. 100 کیلو پنبه، خب کافیه بدونی 1 کیلو پنبه مثلا چه فضایی رو اشغال میکنه، چه حجمی داره. اینطوری 100 کیلوش هم میفهمی. حالا چگالی جرم واحد حجمه، یعنی داره میگه انقدر جرم انقدر حجم داره. چگالی یعنی این. حالا اگه میخوای بدونی فلانقدر حجم چقدر جرم داره پیدا کن، یا نه فلانقدر جرم چقدر حجم داره. پس میدونی مثل چیه؟ مثل اینه که تو بدونی یه متر از یه میله یک کیلوه،
دیگه برای فهمیدن اینکه 100 مترش چند کیلوه که نمیخواد 100 متر میله رو بذاری رو ترازو، میگی یه مترش انقدره 100 مترش چقدر. به این میگن چگالی دیگه. چگالی یعنی جرم واحد حجم. هستم پزنگ پیشم بودن. آها آها سپاسگزارم. آها بسیار عالی. خب بچه الان بهم گفتن که سر کلاس هستن بچه ها و خدا شکر اوکیه. خب استاد جرم کیلوگرمه، حجم متر مکعبه. مثلا استاد چگالی آب میگن 1000 کیلوگرم بر متر مکعبه. این یعنی چی؟ یعنی یه متر مکعب آب. یه متر مکعب یعنی چی؟ یعنی جعبه ماشین لباسشویی. یعنی اگه جعبه ماشین لباسشویی آبو پر کنی این 1000 کیلوه. دیگه نیازی نیست با بابا تو مامان تو داداشت بلندش کنی بذاری رو ترازو. حاجی یه متر مکعبش یعنی جعبه ماشین لباسشویی 1000 کیلوه. خب حالا فرض کن باباتون از شما بخواد مثلا بگه به خانوادتون بگه که بچه داره کمبود روغن میاد باید ذخیره کنیم، جعبه ماشین لباسشویی که پر از آبه خالی کنه پر از روغن زیتون کنه. خب به نظرتون اگر ازتون بپرسه جعبه ماشین لباسشویی که پر از آبه که میدونی خب 1000 کیلوگرمه، بگه اگه خالیش کنیم پر از روغن زیتون کنیم، چند کیلو سبکتر میشه؟ آیا نیازه تو جعبه رو تو حالت اول که آبه وز کنی بعد خالی کنی بعد بیای جعبه ماشین لباسشویی پر از روغن زیتون کنی بعد دوباره یا علی زیرشو بگیری وز کنی؟ نیازی نیست، تو با چگالی میتونی این کارو کنی. روغن زیتون رو آب میمونه پس سبکتره، پس چگالیش کمتره دیگه. چگالی روغن زیتون، چگالی روغن زیتون 800 کیلوگرم بر متر مکعبه. یعنی بچه ها جعبه ماشین لباسشویی که پر از روغن زیتونه 200 کیلو سبکتر از جعبه ماشین لباسشویی که پر از آبه، و تو این عدد رو بدون وزن کردن فهمیدی این کاربرد چگالیه. استاد ببخشید جسارت، شما چقدر داری حجم بزرگی از آبو بحث میکنی؟ میگم یعنی چی؟ استاد داری میگی مثلا یه جعبه ماشین لباسشویی 1000 کیلوه. خب استاد من یه توفشو میخوام، من سانتیمتر مکعبشو میخوام. بچه به نظر تو یه سانتیمتر مکعب یه توف از یه ماده در حد کیلوگرم جرم داره؟ نه در حد گرم دیگه، گرم، یک گرم بر سانتیمتر مکعبه. پس میخوام همیشه اینو بدونی چگالی همیشه دوتا عدده، یا یه عدد کوچیکه که اون عدد کوچیک توفشه و توف اجسام نمیتونه در حد کیلو باشه، در حد گرمه. پس هر وقت برای چگالی یک عدد، چگالی یک ماده عدد کوچیک دیدی، مثلا عدد کوچیک دیدی 18، بدون این توفشه. خب توف یه ماده که نمیتونه کیلو باشه، مثلا نمیتونه یه توف روغن که نمیتونه انقدر کیلو باشه که. پس اعداد کوچیک توف یه ماده هستن که سبکن گرمن، اعدادی که بزرگن 800 1500 2000 900 7600 این اعداد متر مکعب یه ماده هن که دیگه کیلو میشه. استاد میشه به ما بگین چرا کیلوگرم بر متر مکعب وقتی تبدیل میشه به گرم بر سانتی متر مکعب تقسیم بر 1000 میشه؟ صورت رو جدا تبدیل کن، مخرجم جدا تبدیل کن، ببین چرا تقسیم بر 1000 میشه. باید دیگه دوستانم اصولی یاد بگیری. مثلا میگم فرض کن چگالی آهن 7800 کیلوگرم بر متر مکعبه. صدا این گردمند من در بیانی صدا پول بدون گردمند رو ندادید، ولی خب آقا ولی شما نره دست شما در نکن. خب
بچه‌ها خیلی جالبه، یه متر مکعب یعنی یه جعبه ماشین لباسشویی آهن، ببین چقدر سنگینه، 7800 کیلوه. خب حالا اگه عددش کوچیک باشه 7.8 دیگه توفش میشه، توفه یه ماده هم گرمه دیگه. خب پس این از این. حالا یه چیز دیگه هم میخوام بدونی، چگالی یخ. یخ آقای قادر پناه ببخشید، یخ خب سبکتره یا سنگینتره؟ کافیه فکر کنی یخ رو آب وای میسه یا ته آب. وقتی براتون تو مهمونی شربت آبالبالو میارن، قبول داری وقتی میخوری یخ ها مزاحمت میشن؟ دوست داری با قاشق یخ ها رو در بیاری؟ خب لعنتی یخ رو آبه دیگه، مثل روغن که رو آبه. پس یخ سبکتره. خیلی جالبه بدونی یه جعبه ماشین لباسشویی پر از آب سنگین تر از یه جعبه ماشین لباسشویی پر از یخه. پر از یخ یعنی بین هیچ دو یخی فاصله نباشه، کل فضا خورده یخه. الان فرض کن چگالی یخ 900 کیلوگرم بر متر مکعبه، یعنی ببین یه جعبه ماشین لباسشویی پر از یخ 100 کیلو سبکتر از یه جعبه ماشین لباسشویی پر از آبه. که اگه این اتفاق نمی افتاد بچه ها، به دلایلی که تا چند دقیقه دیگه بهتون میگم، هیچ حیاتی در بستر دریاها، در بستر اقیانوس ها و رودخونه ها وجود نداشت. هیچ آبزی تو دریا نمیتونست زندگی کنه اگه خدا حواسش به این موضوع نبود، که بهت میگم چرا. البته مال فصل گرماه، ولی بهت میگم. خب استاد چگالی یخ، استاد توفش رو میخوام. خب توفه یه ماده گرمه دیگه، 9/10. پس از این به بعد میخوام همیشه بدونی تو فصل فشار هم هر وقت چگالی رو عددش رو کوچیک دادم بدون توفشه، و توفه یه ماده که سنگین نیست، گرمه. اینجوری بگو، اگه چگالی ماده رو سنگین دادن، او متر مکعبشه، یه متر مکعبم که از یه ماده، یعنی یه مقدار زیادی از یه ماده که نمیتونه انقدر سبک باشه، باید سنگین باشه، کیلوگرمه. خب حالا این از اینجا تا اینجا. حالا فقط در خصوص یه خورده حل بکنم بعد برم سراغ آب و یخ، کارش دارم. بریم سراغ سوال. اینجا گفتم، توضیح دادم براتون، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که کیلوگرم بر متر مکعب همون گرم بر لیتر. حاجی یه کیلوگرم مگه نباید ضرب در 1000 بشه تا بشه گرم؟ خب جعبه ماشین لباسشویی یعنی متر مکعب هم باید ضرب در 1000 بشه تا بشه لیتر دیگه. آره دیگه، یه متر مکعب 1000 لیتره. خب بله 1000 لیتره. کیلوگرم هم که 1000 گرمه، با هم میرن. حالا فرض کن چگالی آبو مثلا بهت داده، مثلا چگالی آبو بهت داده 1000 گرم بر لیتر. این عدد کوچیکه یا بزرگه؟ حاجی بزرگه. پس حالا که بزرگه یعنی داری متر مکعبشو بررسی میکنی که کیلوگرم سنگینه، پس همون کیلوگرم بر متر مکعب دیگه. من که خیلی بهتر گفتم چگالی یا عدد کوچیکه داری توفشو بررسی میکنی، یا عدد بزرگه و داری متر مکعبشو بررسی میکنی. خب در یک روز بارانی 40 میلیمتر باران روی سطحی به مساحت انقدر میباره، جرم این مقدار باران چند کیلوگرمه؟ خب ببین بچه ها، من جرمشو میخوام پیدا کنم. ببینید استاد، جرم جسارتاً میشه چگالی ضرب در حجم. میگم خب سنخیت واحد ها خیلی مهمه، یعنی اگه مثلا میخوای بدونی جرم چند کیلوگرمه، باید چگالی که 10^3 کیلوگرم بر متر مکعبه ضرب در حجم بر حسب متر مکعب بشه. چرا؟ که اون موقع بگی متر مکعب با متر مکعب میره و جوابت کیلوگرمه. این خیلی مهمه. مثلا خیلی وقتا بچه ها، حالا بیشتر بچه هایی که یه مقدار ضعیفترن، استاد چرا اینو اونجوری کردی، اینو واحدش اونجوری کردی؟ خب برای اینکه به اون چیزی که میخوام برسم دیگه. پس من الان حجمو میخوام. حجم میشه بچه ها مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. اگر میخوای حجمت متر مکعب باشه، مساحتت باید متر مربع باشه،
ارتفاعت هم باید متر باشه، یعنی متر مربع در متر میشه متر مکعب. خب مساحت 2500، 2500 بچه کیلومتر مربع، باید متر مربع باشه که ارتفاعت هم متر متر در متر مربع بشه متر مکعب که اونی که ما میخواییم. استاد کیلومتر مربع ببخشید میخواد بشه متر مربع. استاد کیلو 10^3، متر هم که هیچی نداره 1، چون توان 2 داره براش توان 2 میذاریم، پس میشه 10^6. پس من 2500 رو ضرب در 10^6 کردم تا بشه متر مربع. خیره ارتفاع، پس بچه ببین 2500 کیلومتر مربع میگه چی؟ یعنی یه پارکی که طولش 50 کیلومتر، عرضش 50 کیلومتره. پس یه زمین 50 کیلومتر در 50 کیلومتر وقتی مساحتشو پیدا می‌کنی 50 در 50 میشه 2500 کیلومتر مربع. حالا ضخامت آب چقدره؟ ارتفاع چقدره؟ 40 میلی متر. خب بچه من که نمیتونم میلی بذارم، من باید متر بذارم. پس 40 ضرب در 10^-3 میشه تا متر بشه. حالا میخوام حسابش کنم. استاد ببخشید 4 × 25 میشه 100. 4 × 25 میشه 100. 3 × 0 1, 2, 3 × 0 با 10^-3 میره، یه 10^6 میمونه که با 100 میشه 10^8. حالا این 10^8 اینجا میاد، با 10^3 میشه 10^11. خب الان مثلا گیر بچه ها تو این سوال نفهمیدن مبحث چگالی نیست، که نفهمیدن تبدیل واحداییه که تو جلسه‌های قبل گفتیم. گیر بچه ها اینه. خب این از این موضوع. پس تیپ اول سوالات همیشه سوالاتی هستن که باید بدونی یه مقدار از ماده حجمش رو پیدا کنی. حجم میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع برای اجسامی که در واقع سطح مقطعشون از پایین تا بالا یکیه. خب مساحت قاعده رو ضرب در ارتفاع کنی میشه حجم. خب حالا آقای قادرپناه جسارتن چی کار کنیم؟ حجم رو که پیدا کردیم چگالی رو داریم، جرم به دست میاد یا هر چیز دیگه ای که حالا خیلی انجام میدیم. تیپ بعدی سوالات سوالاتیه که خوب گوش بدید. یه جسمی رو میندازیم توی یه مایه‌ای. همیشه یادتون باشه به اندازه حجم جسمی که وارد مایه میکنیم مایه جا به جا میشه. این حجمه که فضا رو اشغال میکنه. یادتون باشه صدام قطع شده؟ دویدی فکر. ببین بچه ها، شما مثلا شاید یه گلوله‌ای که خیلی هم سنگین باشه بندازی توی ظرف، چون گلوله کوچیکه آب خیلی بالا نمیاد، ولی یه توپ پلاستیکی رو که سبکه فرو ببر توی ظرف مایه، کلی آب بریزه بیرون، کلی آب رو میخواد جا به جا کنه. پس یادتون باشه، یادتون باشه به اندازه حجم جسمی که تو مایه فرو میبری مایه جا به جا میشه. تیپ اول حالتیه که جا داشته باشه جا به جا بشه. یعنی چی؟ بیا در اون استوان مدرجی آب وجود داره. خب گلوله توپوری به جرم 42 گرم رو داخلش میندازیم، سطح آب از درجه فلان به درجه فلان میرسه، جا داره. خب چرا سطح آب باید از 50 به 54 بره؟ این چهار تا چیه؟ خب این چهار تا بچه ها حجم چیزی که انداختی توش دیگه. حالا سوال چگالیه اون چیزی که انداختی توشو میخواد. استاد چگالی جرم واحد حجمه. خب به سلامتی. جرم چقدره؟ 42 گرم. حجم چقدره؟ از 50^54 4 سانتی متر مکعب. خب 42 به 4 میشه 21/2 که میشه 10.5. واحدمونم گرم بر سانتی متر مکعبه. خب استاد ما هم گرم بر سانتی متر مکعب میخوایم دیگه.
از این بهتر ما هم گرم بر سانتی متر مکعب میخوایم. پس میشه 10.5. خیلی هم عالی. خب بچه ها این سوال کنکور ریاضی ها بوده، ولی ما که نمیخوایم انقدر سوال انقدر گلابی. ببین خیلی مهمه، تیپ 1 جا داشت بیاد بالا، تیپ 2 سوالاتیه که فرض کن ظرف شما پر از آبه. خب خب معلوم اگه یه چیزی بندازی توش چون مایه میخواد جا به جا بشه جا نداره بیرون ریخته میشه. خیلی مهمه بدونی حجم جسمی که فرو میکنی توی ظرف با حجم مایه‌ای که جا به جا میشه برابره. یعنی خیلی واضحه این موضوع. حالا اگه جا داشته باشه که میاد بالا، جا نداشته باشه بیرون ریخته میشه دیگه. الان سوال میگه یک قطعه فلز رو که چگالیش انقدره کاملا در ظرفی پر از الکل، پر از الکل یعنی حاجی جا نداره، مو داره بکن، به چگالی انقدر وارد میکنیم، 160 گرم الکل از ظرف بیرون ریخته میشه، جرم فلز چقدره؟ بچه‌ها میگن چی میگن؟ بچه‌ها میگن استاد ما جرم فلز رو میخوایم، خب باید چگالی فلز رو در حجم فلز ضرب کنیم. ولی خب استاد حجم فلز رو نداریم. حجم فلز میشه استاد حجم رو از چی پیدا کنم؟ خب استاد حجم فلز ببخشید همون حجم جسمیه که انداختی توش دیگه. یعنی چی؟ بچه ها حجم فلز همون حجم مایه که بیرون ریخته میشه دیگه. بله پس بیایم آقای قادرپناه حجم مایه که بیرون ریخته شده رو پیدا کنیم. این همونه، حجم مایه بیرون ریخته شده کافیه جرم مایه بیرون ریخته شده رو تقسیم بر چگالی مایه کنیم. آره دیگه استاد مگه نگفته 160 گرم الکل بیرون ریخته میشه؟ سوال میگه یه ظرفی پره، خب 160 گرم وقتی یه فلزی میندازیم توش 160 گرم الکل بیرون ریخته میشه. پس استاد من جرم مایه‌ای که بیرون ریخته میشه رو دارم، چگالی مایه‌ای که بیرون ریخته میشه رو دارم، پس باش میام حجم مایه‌ای که بیرون ریخته میشه رو پیدا میکنم. بعد که اینو پیدا کردم حجم مایه‌ای که بیرون ریخته شده همون حجم فلز دیگه، چگالی فلزم دارم، جرم فلز رو پیدا میکنم. اسکلی استاد ببخشید چرا بی احترامی میکنید؟ اولا که بچه من اسکلم با اسکلای دیگه فرق میکنه، بی احترامی نیست. بچه چرا میای حجم مایه رو پیدا میکنی و بعد مساوی این یکی قرار میدی اینجا دوباره مینویسیش؟ استاد پس چیکار کنم؟ بیا این کار اسکلوارانه است، خیلی هاتون هم انجام میدید. بیایید بگید بابا حجم فلز مگه همون حجم مایه، حالا مایه اسمش میذارم الکل دیگه، الکله، مگه همون حجم الکلی که بیرون ریخته میشه نیست؟ خب حجم فلز یعنی جرم فلز به چگالی فلز، حجم الکل یعنی جرم الکل به چگالی الکل. با این کار دیگه نیازی نیست مثل اسکولا حجمو پیدا کنی. ها مگه حجما برابر نیستن؟ اسکولی توی رابطه پیداش کنی بعد توی رابطه دیگه بذاریش؟ خب حجما برابرن، یعنی امبروا با هم برابرن دیگه، به حجم نیازی نداری. استاد ببینیم الان جرم فلز ندارمش، ام فلز رو ندارم، چگالی فلز استاد چگالی فلز گفته 2.7، واحدش هر چیزیه، باید چگالی الکلم از همون واحد بذاری، بهش میگن سنخیت واحدها. خب 0.8 چی؟ اونم گرم بر سانتی متر مکعب. جرم الکلی که بیرون ریخته میشه 160 گرمه، پس مطمئنی باش جرم فلزت هم گرم به دست میاری. خب خدا رو شکر ما هم گرم میخوایم. چطور سادش کنم؟ بچه ها اشکالی داره مخرج جفتشون رو ضرب در 10 کنم؟ یعنی چی؟ یعنی استاد مخرج این بشه 27، مخرج اون بشه 8، اینم 160. استاد چرا این کارو کردی؟ که بگم 160 تقسیم بر 8 میشه 20، 20 ضرب در 27 میشه 540 ام فلز،
میشه 27 ضرب در 22 تا 27 تا 54 تا یه صفر جلوش 540 گزینه یک. خب آقای قادر پناه، حدستون برای کنکور 1402 چیه؟ حدس من نه اولی است نه این یکی دومی است. حدس من اینه که یه ظرف به تو میدن، نگی نگفتی، بیا سوالو نگاه کن. حدس من برای کنکور اینه که یه ظرف بهت میدن، یه مقدار جا داره تا مایه بیاد بالا. حالا سوال جوریه که وقتی یه چیزی میندازی توش هم یه خورده بالا میاد هم بیرون ریخته میشه. این حدس منه. اصلا حدستونو میشه بنویسید؟ ممنون میشم. چشم، چون حقیقتش پول نوشتنتون رو دادیم. ببینید نگاه کن، خب بعد یه مایه اینجا تا اینجاست، فرض کن 10 سانت تا بالا جا داره و سوال سطح مقطع رو 20 سانتی متر مربع داده. خب خیلی مهمه. سوال میاد میگه که یه جسمی میندازیم توش، چند گرم ماده بیرون ریخته میشه؟ یعنی چی؟ من یه جسمی میندازم توش، ببین استاد، من چگالی مگه نمیشه جرم واحد حجم؟ من یه فلزی میندازم توش، جرم فلزو دارم، چگالی فلزو دارم، پس میام حجم فلزی که انداختم توش پیدا میکنم. مثلا سوال میاد میگه یه فلزی با چگالی 3 گرم بر سانتی متر مکعب، بعد جرمش هم بهت میده انقدر گرم، پس تو حجم فلزی که در واقع انداختی توش پیدا میکنی. استاد مثلا حجم فلزی که انداختم توش میشه مثلا 300 سانتی متر مکعب، دارم مثال میزنم. بچه ها فکر میکنن این اسکولا، پس استاد حالا که حجم چیزی که انداختیم توش 300ه، پس به اندازه 300 تا هم مایع بیرون ریخته میشه. نه اسکول، به اندازه 300 تا بالا میاد، جا به جا میشه، اگه جا نداشته باشه بیرون ریخته میشه. الان که جا داره، استاد میشه به ما بگید چقدر جا داره؟ آقا به خدا، به پیر، به پیغمبر، انقدر و زب در انقدر کنی جا داره. یعنی چی؟ استاد ببخشید 20 زب در 10، 20 سانتی متر مربع ضرب در 10 سانتی متر، 200 سانتی متر مکعب جا داره. خب حجم فلز مگه 300 تا نیست؟ پس حجم مایع جا به جا شده هم 300 تاست. پس مایع میخواد 300 تا جا به جا بشه. حاجی 200 تا که جا داره که. پس حجم مایع بیرون ریخته شده میشه 100 سانتی متر مکعب. نه استاد ببخشید، ما پول برای جرمش دادیم، جرمو میخوایم. اسکول جرم میشه چگالی ضرب در حجم دیگه. چگالیشو داری؟ حجمش هم که اینجا پیدا کنیم، جرمش پیدا کنیم. این حدس من برای کنکوری، یعنی میکس این که هم بیاد بالا هم بیرون ریخته بشه، که این تست تو تستای گاج هست. خب این میشه سوالاتی که قراره بندازیم توش بیاد بالا. سه تا تیپشو باید کار کردم. حالا میام در مورد سوالاتی که میگه ذوب میکنیم. این خیلی مهمه، ذوب میکنیم. ببینید بچه ها، ما دو مدل سوال ذوب داریم. دو مدل سوال ذوب داریم. کره توپر با شعاع آر رو ذوب میکنیم و با استفاده از مصالحش یه استوانه میسازیم با شعاع داخلی آر پریم و شعاع خارجی آر. اولا یادتون باشه هر ماده‌ای که در دنیا ذوب بشه جرمش که تغییر نمیکنه،
اگه اینجوری بود طلا فروش مثلا گوشواره تو رو می‌خرید 5 گرم، خب اونه که نمیاد با لباسش تمیز کنه بذاره پشت ویترین بفروشه، اونو ذوب میکنه باش علنگو درست میکنه. اگر در عملیات ذوب کردن جرم کم میشد یارو اسکل بود طلا تو رو بخره. اگر در عملیات ذوب کردن جرم زیاد شه، من اسکلم اینجا بیام به تو درس بدم، خب میرم سر کوچه طلای مردم رو میخرم ذوب میکنم جرمش زیاد بشه زایده شه، کلی پول بدنم به جیب. پس در عملیات ذوب کردن جرم ثابته همیشه. استاد ببخشید برای آب و یخ هم همینه؟ بله عزیز من، 2 کیلو آب و بذار تو فریزر، وقتی که یخ میزنه 2 کیلو یخه، 2 کیلو یخ رو بذار بیرون رو کابینت ذوب بشه، خب اونم 2 کیلو آبه. بچه ها چون جرم که مقدار ماده تشکیل دهنده است، تو فضا هم بری جرمت که فرقی نمی کنه، جرم همیشه ثابت. پس اینجا می نویسم همیشه جرم در ذوب شدن ثابت است. خب جرم ثابت استاد، خیره. حالا چگالی مگه نمیشه جرم واحد حجم؟ جرم که همیشه ثابت. بچه ها تمام مواد بجز آب و یخ، یعنی چی بجز آب و یخ؟ بجز آب و یخ وقتی ذوب میشن جنسشون فرقی نمیکنه که، یعنی چگالیشون ثابته. حاجی طلا رو ذوب کنی چگالیش فرقی میکنه؟ اگه چگالیش فرق میکرد که دیگه طلا نمیشد. پلاتین، آلومینیوم، مس وقتی ذوب بشن که چگالیشون تغییر نمیکنه. پس برای تمام مواد میتونی بگی حالا که جرم ثابته، چگالی ثابته، حجمم ثابته، بجز آب و یخ. چرا؟ حاجی یخ وقتی ذوب شه بشه آب، یه ماده دیگه میشه دیگه، چگالیش که همون نیست که. بچه ها اگه خدا حواسش به این موضوع نبود، در بستر دریاها هیچ آبزی وجود نداشت که گفتم میذارم یه خود آخرتر میگم. فقط آب و یخن که وقتی آب میشه یخ، یا وقتی یخ ذوب میشه میشه آب. یه ماده دیگه است با یه ویژگی دیگه و با یک چگالی دیگه. پس شما تمام سوالات ذوب کردن رو بجز آب و یخ میتونی با برابری حجم حل کنی. یعنی مثلا سوال میگه یه کره‌ای داریم به شعاع فلان قد، ذوبش میکنیم یه استوانه توش در میاریم، خب مگه جرم ثابت نیست برای همه مواد؟ میگم خب نوشتیم همیشه جرم ثابته، در ذوب شدن ثابته، همیشه استثنا نداره. خب حاجی به جز آب و یخ چگالی هم که ثابته، پس حجم هم ثابته. پس استاد جسارتن الان وقتی که سوال میگه که یه کره دارم، این کره است به شعاع R حجمش مگه 4/3 PR3 نیست؟ این بله. خب میایم با استفاده از مصالحش یه استوانه میسازیم که این استوانه مثل آدم نیست، شعاع داخلی و خارجیش با هم فرق میکنه. استاد شعاع داخلی و خارجی رو میشه بهمون توضیح بدین؟ یه لحظه وایسی این لیوانو بردارم. یلدا با کدوم دوربین زومم بهتره؟ این یا این؟ یک. خب ببین بچه ها، یک، آفرین. این یه لیوانه. استاد میشه حجم شیشه یه به کار رفته تو این لیوانو برای من پیدا کنید؟ حجم شیشه دو راه داریم. یک، استاد اینو بنداز توی ظرفی که پر از آبه، ببین آب چقدر میاد بالا. اگه درجه بندی شده باشه، حجم آبی که اومده بالا برابر حجم جسمی که انداختی توش. خب این یه راهیه که همیشه که نمیتونی انجام بدی، همیشه که نمیتونی یه جسمو بندازی تو مایه ببینی چقدر میاد بالا. راه دوم بیشتر مد نظر منه. بچه من میخوام حجم شیشه به کار رفته توی این لیوانو برای شما پیدا کنم. استاد دوربین جلو،
مساحت قاعده رو ضرب در ارتفاع کن. میگم خب که چی؟ میگی استاد مساحت قاعده رو ضرب در ارتفاع کنم میشه حجم دیگه. بچه ها میشه حجم کلش. حاجی این توش خالیه، نکن دست من توش جا میشه. این توش الان ماده ای نیست که. پس وقتی تو میای مساحت قاعده رو ضرب در ارتفاع میکنی، انگار این توپره، انگار این میله است، در صورتی که مثل لوله توش خالیه. فرق میله با لوله چیه؟ میله رو وقتی میبری میبینی توپره، لوله توش خالیه. آها آها خب پس مگه من بیام مساحت قاعده رو ضرب در ارتفاع کنم حجم کلش به دست میاد. حالا من از شما میخوام خوب ببینید، آیا داخل این لیوان یه استوانه توخالی نمیبینید؟ نگاه کن، یه مساحت قاعده ای داره توش، یه عمقی داره. اگر من بیام مساحت قاعده داخلش رو در ارتفاع ضرب کنم، بچه حجم استوانه توخالیش پیدا میشه. حالا شما دو تا استوانه میبینی، یه استوانه شیشه است، یه استوانه هم نگاه کن توش خالیه. خب حالا اگه این دو تا حجم رو از هم کم بکنم میشه حجم مصالح استفاده شده تو این لیوان دیگه. اصلا میشه با شکل به ما نشون بدین که ممنون میشم چون پول شکل رو دادی. ببینید بچه ها، من اول اینجا بهتون نشون بدم داستان چیه. ببین اینجا، ببین واه ماشاءالله، اینم از این، نگاه کن. خب نمیخوام اینو. استاد من خط عادیشو میخوام. بفهم. رنگشم زرد. خب دیگه اینو ازم بپذیرید. ببین بچه ها خوب نگاه کنید، من باید به شما فرق قطر خارجی با قطر داخلی رو بگم. اصلا لیوان رو بیارید. ببینید بچه ها بیاییم این بر همینجا، همینجا. ببین قطر یعنی کجا؟ اصلا یه دایره فرض میکنیم، مثلا از این بر تا اون بر، از اون بر تا این بر، قطر دیگه. الان ببین اگر من بیام از خارج تا خارج لیوان رو یه خط بکشم میشه قطر خارجی، اما دستمو بکن انگشتمو توش، داخل تا داخلش میشه قطر داخلی. استاد فرق قطر داخلی با قطر خارجی رو فهمیدی؟ ببین شعاع داخلی چیه؟ ببین شعاع داخلی یعنی از مرکز تا اینجا تا داخلش، بهش میگن مثلا آر پریم. اما خارجی چیه؟ بچه از مرکز تا خارج لیوان میشه شعاع خارجی، از مرکز تا داخل لیوان میشه شعاع داخلی. مثلا اسمش روشه دیگه. الان ببین مثلا این مرکزه، اگر من بیام تا خارجش یه خط بکشم بهش میگم آر شعاع خارجی، اما اگه بیام تا داخلش یه خط بکشم میگم آر پریم شعاع داخلی. فرق شعاع خارجی با شعاع داخلی گوشت لیوانه، زخامت لیوانه، یه دونه گوشت.
مثلا اگه گوشت لیوان 2 میلیمتره، فرق شعاع داخلی با شعاع خارجی گوشت لیوانه. گوشت لیوان یعنی زخامتش. مثلا تو ظروف پیرکس چون زخامت زیاده، شعاع داخلی و خارجی خب اختلافشون زیاده. ولی به نظرتون توی لیوان پلاستیکی که مثلا توی نمیدونم تاسو عاشورا روش آب بد میدن، لیوان پلاستیکی زخامتش کمه، خب قدس داخلی و خارجیش فرقش کمه، شعاع داخلی و شعاع خارجی فرقش کمه. من الان همه نگاه کنن بچه ها، از شما میخوام اینو حساب کنم. ببین این تیکه استاد ببخشید، به این میگن پی آر پریم به توان 2، به این میگن مساحت قسمت داخلی لیوان. حالا اگه این مساحت داخلی رو ضرب در اچ بکنی میشه حجم توخالی. ها بله استاد فهمیدیم. حالا اگه بیای حجم توخالی یعنی چی بچه ها؟ به مساحتش عمق دادم، پس میشه حجم توخالی. این توخالی. حالا اگه بیام این رنگو ببین، از داخل تا خارجش رو بگم. حالا اگه بیام پی آر دو رو پیدا کنم، بچه ها همه اینو پیدا میکنم همش. حالا اگه در عمق اچ ضرب کنم یعنی چی استاد؟ یعنی اومدم همش رو پیدا کردم. خب به این میگن حجم کل. حالا اگه این دوتا رو از هم کم بکنم، حجمی که به دست میاد میشه حجم مصالح استفاده شده. آره دیگه، با سطح مقطع داخلش در عمق حجم داخلی رو به دست میارم، با سطح مقطع خارجش در عمق حجم کلش رو به دست میارم. تو وقتی بیای خارجش رو سطح مقطع یعنی کلش رو در ارتفاع ضرب کنی، حجم کلش به دست میاد. اگه در استوانه توخالی ازش کمش بکنی، حجم مصالح به دست میاد. خب استاد برای حجم مصالح ببخشید میتونم از H فاکتور بگیرم؟ میگم از P هم میتونی فاکتور بگیری. میشه R به توان 2 منهای R پریم به توان 2. پس این میشه حجم مصالح استفاده شده. حالا میایم تو سوال، نگاه کنیم گیرمون کجاست. من الان اومدم یه استوانه ساختم، اینم از این، اینم از این، اینم از این، اینجوری فرض کن. خب همون داستانه، خودش گفته شعاع داخلیش آر پریم استاد، این تیکه آر پریمه. خودش گفته شعاع خارجیش یعنی تا تهش آره، همونی که من گفتم. حالا اگه میخوای و خود سوال گفته ارتفاع استوانه‌ای که ساختی 2 آره، خود سوال گفته ارتفاع استوانه‌ای که ساختی 2 آره، خودش سوال گفته. خب بچه ها حجم کره با حجم استوانه‌ای که الان ساختیم برابره. حجم کره با رنگ سبز 4/3 پی آر 3، 4/3 پی آر 3. حجم استوانه استاد از پی و اچ فاکتور میگیرم، شعاع خارجی به توان 2 منهای شعاع داخلی به توان 2. خیر ایشالله. دیگه اینو نباید حفظ کنی ها. میگی یه پی آر 2 رو در اچ ضرب کردم کلش بود، یه پی آر 2 دیگه که مال داخل بود در اچ ضرب کردم داخلش بود، هم کم کردم، از پی و اچ فاکتور گرفتم. خب استاد ممنون میشم پی آر رو با هم بزنید. چشم استاد. خود سوال گفته اچ من استوانه‌ای که ساختم 2 آره، خود سوال گفته اچ 2 آره. خب من الان میام جسارتا میتونی ساده کنی یا الان ها. من الان از آر یعنی آر این بر رو با آر 3 میزنم. ببین با این جسارتا آر با آر 3 میره میشه آر 2،
پس من یه R2 دارم، یه 4/3 دارم، از این بر یه 2 دارم، یه R به توان 2 دارم منهای R' به توان 2. استاد اسباب زحمتتون، میشه این 2 رو با این 4 بزنید میشه 2؟ طرفین رو در 3 ضرب میکنم، طرفین ضرب در 3، در 3 که ضرب بشه میشه 2 تا R2، حالا این بر که در 3 ضرب بشه میشه 3 تا R2، منهای 3 در اینم ضرب میشه 3 تا R' به توان 2، چون 3 تو پرانتز ضرب میشه دیگه، از 2 تا R2 3 تا R2 رو کم میکنم میشه R2. پس این آوردم این بر، منفی 3 تا R' 2 رو میارم اون بر، یعنی مثبت 3 تا R' 2. اصلا میشه از طرف این جذر بگیرید R. خب آقای قادر پناه، این بر میشه رادیکال 3 تا R'. آره دیگه، R به توان 2 رو جذر گرفتم شد R، این بر رو جذر بگیری هم 3 جذر گرفته میشه، هم R'2 جذرش میشه R'. خب حالا سوال چی خواسته؟ استاد سوال خواسته R' به R. خوب نگاه کن چی کار میکنم. R' بگو در چه عددی ضرب شده. استاد R' در رادیکال 3 ضرب شده، پس رادیکال 3 اینجاست. استاد R در چی ضرب شده؟ در 1. ببین پس اینجا بعد 1 بذاری، خیلی تکنیک مهمی ها. مثلا بعضی وقتا یه چیزی به دست میاری 5 تا P1 میشه 7 تا P2، بعد سوال میگه P2 به P1، همیشه اسکول میشی 7/5 یا 5/7. اون چیزی که میخواد رو بنویس، بگو مثلا R' باید در چی ضرب بشه. خب الان میبینی R' در رادیکال 3 باید ضرب بشه، رادیکال 3 اینجاست. R در چی ضرب بشه؟ باید در 1 ضرب بشه. 1 به رادیکال 3 رو میگن رادیکال 3/3، گزینه 2. خب ببین بچا این سوال، مثلا شاید پیش خودتون بگید وای آقای قادر پناه خیلی سوال سختی بود. نه عزیز من، این سوال سوال سختی نیست، چون من دارم 10 دقیقه فرق شعاع داخلی و خارجی، قطر داخلی و خارجی، اصلا یه استوانه توش خالی باشه داستانش چیه، 10 دقیقه دارم اونو توضیح بد میدم. ولی این از اون جزء سوالاییه که تو کنکور بیاد مثلا فقط رتبه زیر 1000 میزننش. چرا؟ چون این به خاطر مدلش مثلا بچه اصلا نمیدونه داستانش چیه. تستی که باید بلد باشه، یکی دو تست هم از این من دارم. خب اصلا قرار شد سوال ذوب شدن رو با ما کار بکنید. اوکی اوکی بچه ها، یه چیز خیلی جالب بهتون بگم. آب و یخ استثناءه، قبلا گفته بودم. یعنی چی؟ پیام صدامو داری؟ یلدا صدامو داری؟ ببین حالا خیلی ها مثلا میگن مثلا خدا نیست، خدا وجود نداره، یه سری ها میگن خدا هست، یه سری ها مذهبی هن. ولی به نظرم استادا خدا رو با قوانینی که بین روابط حاکم بر طبیعت دارن میبینن میتونن اثبات کنن. یه چیز جالبی الان میخوام 2 دقیقه بگم که به نظر من هر کسی این 2 دقیقه رو گوش بده پراش میریزه که چه شکلی میشه. خدا اگه حواستش به استثنای آب و یخ نبود، هیچ آبزی، هیچ جانداری در بستر دریا نمیتونه زندگی کنه. میخوام الان اینو توضیح بدم که بچه ها ببینن استثنای آب و یخ داستانش چیه که ما میخواییم الان حل بکنیم. ببینید بچه ها، فرض کن تو تابستون شما مثلا آب 20 درجه دارید توی دریاچه. خب مثلا شهریوره، به سمت مهر که میای آب دریاچه میشه 15 درجه، به سمت آبان که میای آب دریاچه میشه 10 درجه، میشه 5 درجه. خب بچه ها همین جوری آب خنک میشه. بچه ها هر چیزی وقتی خنک بشه منقبض میشه، یعنی حجمش کم میشه. خب چگالی مگه جرم واحد حجم نیست؟ آقای قادر پناه جرم که ثابته، میگم خب حجم وقتی کم میشه چگالی زیاد میشه. استاد چگالی زیاد میشه یعنی چی؟ یعنی بچه ها با سرد شدن آب هی چگالی زیاد میشه و این آبی که سرد شده سنگین میشه. چگالی زیاد میشه یعنی چی؟ سنگین میشه، میره کف. و اگه خدا حواسش نباشه، پیام 4 درجه 3 درجه 2 درجه 1 درجه 0، اگه خدا حواسش نباشه خب همینجوری این حجم کم میشه، هی چگالی زیاد میشه، این آب سنگین
میره پایین، بستر دریا یخ میزنه، یعنی جایی که خونه ماهی ها هستن. پس چی میشه؟ بچه خدا میاد از اینجا میگه برعکسش کنید. یعنی چی؟ یعنی بچه آب که میشه 4 درجه، میشه 3 درجه، میشه 2 درجه، میشه 1 درجه، میشه 0، اصطلاحاً به این تیکه تو کتاب علومتون میگن انبساط غیر عادی آب. یعنی چی؟ یعنی استاد مگه آب نشده 4؟ مگه نمیاد 3؟ مگه نمیاد 2؟ خب آب که داره خنک میشه. میگم خب بچه از اینجا به بعد برای اینکه آب سنگین نشه، برای اینکه کف رودخونه ها یخ نزنه، خدا میاد و میگه بیا غیر عادی منبسط شو. بچه آب وقتی یخ میزنه حجمش زیاد میشه که تو شیشه دلستر تو فریزر شب میمونه، یادت میره میشکنه. چرا باید شیشه دلستر یخ بزنه و بشکنه؟ لابد حجمش زیاد میشه دیگه، وگرنه وقتی مایه بود که جاش تو ظرف بود، وقتی میذاری تو فریزر یادت میره صبح پا میشه تخت ترکیده. پس لابد وقتی آب یخ میزنه حجمش زیاد میشه. ای استاد این حرفا چی از شما بعیده؟ 3 درجه 2 درجه مگه خنک نشده؟ بچه همه اجسام با خنک شدن منقبض میشن الا آب از توی فاصله 0 تا 4 درجه، اسمش روشه. خدا چرا این کارو کرده؟ خدا چرا میگه وقتی آب میشه یخ بیا حجمش زیاد بشه بزنه شیشه دلستر رو بشکونه؟ که با افزایش حجم چگالیش کم شه. چگالیش کم بشه یعنی سبک شه، یعنی خدا میخواد آبی که داره یخ میزنه سبک شه بیاد روی رودخونه، تا روی رودخونه یخ بزنه. وگرنه شما میری مثلا میبینی یه دریاچه توی اسکاتلند روش دارن پاتیناژ بازی میکنن، ولی اگه محکم با نیزه بزنی مثلا میبینی روش در واقع یخ شکست نمیشه، زیرش آبه. پس خدا اومده این کارو کرده. تمام مواد وقتی ذوب میشن یا منجمد میشن چگالیشون فرقی نمیکنه، حجمشون فرقی نمیکنه، ولی آب و یخن که آب وقتی یخ میزنه حجمش زیاد میشه، میزنه شیشه دلستر رو میترکونه. برعکسش یخ وقتی ذوب میشه حجمش کم میشه. یعنی توی ظرفی یه دلستر داری، مثلا دلستر خالی کردی توی لیوان یخ زده، وقتی که یخش ذوب میشه میبینی ارتفاعش کم میشه، حجمش کم میشه. این بهش میگن انبساط غیر عادی آب که گفتیم. خب حالا مثلا یه سوال مینویسی اینجا برامون. سوال ببین، ظرفی درون ظرفی تا ارتفاع h یخ داریم. خب اگر تمام یخ ذوب شود ویرگول ارتفاع یخ، یا ارتفاع دیگه ذوب شده میشه مایه، ارتفاع مایه 2 سانتی متر تغییر میکند. اولا همینجا بگو ببینم، زر نزن، 2 سانت تغییر میکنه یعنی چی؟ بچه ها آب یخ میزنه شیشه دلستر میشکنه، پس حجمش زیاد میشه. پس یخ وقتی ذوب میشه حجمش کم میشه. پس وقتی میگه درون ظرفی یخ داریم همه یخ ذوب میشه حجمش کم میشه، پس ارتفاع وقتی میگه 2 سانت تغییر میکنه خودمون باید بدونیم 2 سانت کاهش مییابد. خب سوال میگه اچ را بیابید. خود سوال چگالی آبو داره به حسب توفش میده، پس گرمه. چگالی یخو بازم به حسب توفش میده، پس گرمه. خب خیر ایشالله چگالی ها رو داده. خب دیگه استاد سوال قبلی بود استوانه رو کره رو ذوب کردیم استوانه، استاد برابری حجم حل کردیم. بچه ها گفتم در تمام سوالایی که ذوب میشه جرم ثابته، تمام مواد چون چگالیشون هم ثابته حجمشون هم ثابته بجز آب و یخ. آب و یخ چون چگالیشون فرق میکنه در واقع حجمشون فرق میکنه، پس نمیتونی بگی حجم یخی که ذوب شده با حجم آب برابره. حاجی اگه برابر بود پس چرا 2 سانتی کم شد؟
پس باید با جرم حلش کنی. برابری جرم میگی جرم یخ با جرم آب برابره. جرم یخ یعنی چگالی یخ در حجم یخ، جرم آب یعنی چگالی آب در حجم آب. خب چگالی یخ 9/10. استاد حجم یخ نمیدونم چقدره. آقا مگه یه ظرف نداری استوانه ای؟ در ظرفی مثلا حالا استوانه ای تا ارتفاعش یخ داریم، یا اصلا هر ظرفی. استاد مساحت قاعده رو در ارتفاع ظرف کنم میشه حجم یخ دیگه حاجی، کلن یخه توش. در ظرفی تا ارتفاعش یخ داریم، یعنی همش یخه. مساحت قاعده رو در ارتفاع کنی میشه حجم یخ. حالا چگالی آب، استاد چگالی آب یکه، حجم آب چقدره؟ بچه آب تو همون ظرف با همون سطح مقطعه. پس اگه مساحت قاعده رو یعنی آ رو در ارتفاع آب ضرب کنم میشه حجم آب دیگه. ولی ارتفاع آب که استاد اچ نیست. چرا؟ خودش گفته وقتی ذوب میشه 2 سانتی کم میشه، پس اچ منهای 2ه. سطح مقطعه ها که با هم میرن، طرفین رو در 10 ضرب میکنم، 9h در 10 ضرب کنم میشه 10h منهای 20. از اینجا h میشه 20 سانت. پس این سوال از این لحاظ حائز اهمیت بود که باید با برابریه چی حلش میکردیم؟ جرم. حالا من اینو میدم، نمیدونم چرا بچه ها تو این سوال جزوه دوچار مشکل میشن. ببین این حل کردم، اینو حل کردم، حل کردم منزل، 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 منزل. خب میگه ظرفی محتوی آب را که قطعه یخی بر سطح آن شناور است حرارت میدیم تا همه یخ ذوب بشه. بچه سوالی که من حل کرده بودم همه یخ ذوب بود آب شد، حالا اینجا توی یه ظرفی هم آب دارم هم یخ، خب حرارت میدیم تا همه یخ ذوب بشه. خب بچه وقتی همه یخ ذوب بشه، سوال میگه که به طوری که 3 سانتی متر مکعب از حجم مخلوط آب و یخ کم میشه. حاجی حجم مخلوط آب و یخ یعنی چی؟ یعنی حجم آب به اضافه حجم یخ. خب آب که حجمش تغییری نمیکنه. ببین من یه مقدار آب دارم یه مقدار یخ دارم، خب حجم این دوتا جمعشون میشه حجم کل من. حالا وقتی با ذوب شدن یخ حجم مخلوط کم میشه، خب به خاطر اینه که حجم یخ تغییر کرده شده آب. میگم خب پس ما بازم مثل سوال قبل میگیم حجم یخ برابر حجم آبه. حجم یخ یعنی چگالی یخ 9/10 ضرب در حجم یخ. خب حالا پس جرم یخ میشه چگالیش 9/10 ضرب در حجمش. جرم آب یعنی چگالیش ضرب در حجم آب. من میام از وی یخ 3 کم میکنم. این که آسون تره. خودش دیگه نمیخواست، نگفته ارتفاع اینقدر حاجی، گفته از حجمش 3 کم میشه. مشکل شما میدونید چیه؟ میگی استاد گفته 3 سانتی متر مکعب از مخلوطش کم میشه. خب حاجی این مخلوط یه آب بوده اول یه یخ، آبه که همونه، یخت ذوب شده پس از اون یخه کم میشه دیگه، آب که همونه. یعنی مثلا فرض کن، فرض کن آب 10 بوده یخ 6 بوده، کلن 16 بوده. حالا یخه که ذوب میشه حجمش کم میشه، میشه مثلا 3. خب حالا آب که همونه، 16 شده 13، حجم کلت از 16 اومده 13. حالا این 3 کم شدن کل به خاطر 3 کم شدن یخ دیگه، یخت 3 کم شده که کلش کم شده. آها 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 مرسی. طرف این ضرب در 10 میکنم، 9 حجم یخ
در 10 ضرب میکنم 10 تا حجم یخ 10 ضرب در 3 منهای 30. پس از اینجا 30 میارمش اون ور، 9 تا را 10 تا کم میکنم میشه حجم یخ. پس حجم یخ 30 سانتی متر مکعب بوده دیگه. این داستان داره براتون. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. خب 2 دقیقه استراحت، فقط در جهت اینکه جرعه آب بنوشید. 2 دقیقه. برم؟ خب امیدوارم استراحت کافی کرده باشید. حالا بچه ها، پس اینم مسائل ذوب کردم. پس ما اومدیم مسائلی که جسمو میندازیم تو مایه، مایه جا به جا میشه رو کار کردیم. مسائل ذوب شدن و هم برای آب و یخ که استثناء بود، هم برای یه ماده دیگه گفتیم. حالا میام سراغ یه داستانی به نام حفره. بچه ها شاید باورتون نشه، کلاس اول ابتدایی بودم، آره خواهرم من یه سال کوچیک‌تر بود، مامانم پنجشنبه یه هندونه بزرگ خریده بود. زمانی که مثلا اوورد خونه ما متوجه شدیم، گفتم مامان مثلا میشه باز کنی مثلا بخوریم؟ نه شب عموتون اینا میخواد بیاد خونه تون شب. مامان بذار یه قاشق. نه خراب میشه شب. خب ما هم چاره ای نداشتیم. مامانم زور خوابید، ولی ما خوابمون نمی آمد. من و خواهرم، من با یه چاقو
قشنگ یه مستطیل تو هندونه ایجاد کرد. من خواهرم میگفت نه مامان مثلا عصبانی بودم، بابا ول کن الان خیال راحت. یه مستطیل ایجاد کردم با چنگال زدم اون تیکه رو برداشتم، توی هندونه معلوم شد. شروع کردیم با قاشق از توش خوردن، کسافت کاری بود، از توش میخوردیم از توش میخوردیم، کلی هم خیلی لذت داره از توی هندونه خواسته باشی به این شکل بخوری. بعد یه خورده آب میندازه، آبش هم قشنگ خوردیم. خواهرم گفت حالا چی کار کنیم؟ من درشو گذاشتم روش، هندونه هم یه خورده چرخوندم گذاشتم روش. ببین در تمام زمانی که مامان من داشت تو آشپزخونه هندونه رو با چشمش میدید، مامان من حجمی که با چشمش میبینه حجم ظاهریه، حجمی که یه معلم ریاضی یا یه معلم هندسه پیدا میکنه، مثلا معلم هندسه میگه خب یه استوانه دارم، یعنی فرض کن هندونه رو استوانه ببینه، خب میگه مساحت قاعده رو در ارتفاع ضرب میکنم میشه حجمش، درست؟ مساحت قاعده در ارتفاع ضرب میشه میشه حجمش. اون حجم ظاهریه که معلم ریاضی و هندسه پیدا میکنه. هر حجمی که از فرمول پیدا میکنی اون حجمیه که با چشمت داری میبینی. مثلا داری میگی یه مکعب دارم به ابعاد 2 سان در 5 سان در 8 سان، وقتی میای 2 رو در 5 در 8 ضرب میکنی، یعنی میای مساحت قاعده رو در ارتفاع ضرب میکنی، مگه میدونی توش پره یا توش خالیه؟ پس این خیلی مهمه بدونید که حجمی که از هندسه به دست میاد حجم ظاهریه، یعنی حجم ظاهری از هندسه به دست میآید. اما حجمی که از فرمول چگالی به دست میاری این حجم واقعیه. این فرمول داره بهت میگه واقعا یه ماده‌ای با همچین چگالی اگه همچین جرمی داره، مثلا مامان من اون لحظه که هندونه رو بلند میکنه احساس میکنه خودش از سبک شد، چگالی هندونه رو داری، جرمش هم داری، وقتی جرم جدیدشو، جرمی که الان داره مامانم بلند کرده بعد از اینکه نمیدونه که توش حفره است، نمیدونه که توش خالیه، این فرمول داره بهت میگه آقا یه ماده با چگالی هندونه با همچین جرمی مثلا باید انقدر فضا رو اشغال کنه. چرا انقدر رو اشغال کرده؟ پس توش خالیه. پس اگه بیای حجم ظاهری منهای حجمی که داری از فرمول چگالی به دست میاری هم کم بکنی میشه حجم حفره موجود در جسم. خب حالا مثلا الان در جسم مکعب شکلی از جنس آهن به چگالی انقدر به ضلع انقدر و جرم انقدر حفره وجود داره، حجم حفره چقدره؟ خب استاد جسارتا اول بیایم حجم ظاهری رو پیدا کنیم از هندسه. مکعبه دیگه، به ضلع چقدر؟ 5 سانت. پس 5 ضرب در 5 ضرب در 5 یا 5 به توان 3 میشه 125. چی؟ وقتی این سانتی متره میشه سانتی متر مکعب. اما آیا واقعا همش پره؟ ایشالله که اینجوری باشه. بیایم حجم واقعی رو پیدا کنیم. خب میشه جرم به چگالی. این ماده 800 گرم جرم داره، چگالیش هم 8 گرم بر سانتی متر مکعبه. ببین شانسو، گرما که با گرم میرن، 800 تقسیم بر 8 میشه 100، سانتی متر مکعب میاد بالا، واحد حجم واقعیت هم سانتی متر مکعب به دست میاد تا بتونی با چشمت با حجم ظاهری مقایسه کنی. به چی رسیدی؟ با چشمت داری ماده رو 125 تا میبینی، در صورتی که فرمول میگه آجی این مقدار 800 گرم ماده باید 100 تا حجم داشته باشه. چرا 125 تا حجم داره؟ پس 25 سانتی متر مکعب میشه حجم حفره موجود در جسم. حالا در ادامهش میخوام شما یادداشت کنید حفره چند درصد حجم جسم را تشکیل میده. حفره چند درصد حجم جسم رو تشکیل میده؟ بچه ها اسکول میشن که استاد مثلا من میخوام بدونم فرض کن یه کتابی 1000 تومنه، یارو میخواد بدونه اگه 200 تومن تخفیف بدیم چند درصد تخفیف دادیم. خب ببین 200 تومن چه کسری از 1000 تومنه که یارو میگه نمیخوای بدی تخفیف. من الان میخوام بدونم حجم حفره چند درصد حجم جسمه،
نمیدونم آقای قادرپناه حجم حفره 25 رو باید تقسیم بره 125 کنم یا بگم 25 چقدر 100 تاست؟ نمیدونم. بچه ها این حجم حجمیه که اگه حفره نداشت باید انقدر می بود. الان که 125 تاست، حفره تو تو اون 125 تاییه که با چشمت در واقع داری میبینی. تو نگاه میکنی ببینی 25 تا چه کسی از 125 تاست. حفره تو که تو 100 تا نیست، 100 تا باید باشه. الان 125 تاست، پس حفره 25 چه کسی از 125 تاست. این خیلی مهمه، اینو باید ضرب در حساب کنی. به 25 1، به 25 5، 100 تقسیم بر 5 میشه 20%. ولی متاسفانه خیلی تو گزینه‌ها 25% رو میزنن. خب درون یک کره فلزی به شعاع 10 سانت، خب بس من یک کره دارم به شعاع 10 سانت، خب یه حفره خالی و کروی شکل به شعاع 5 سانت وجود داره. یعنی چی استاد؟ یعنی خودش الان گفته مثلا توش خالیه، خودش گفته توش خالیه. خب میگه اگه چگالی فلز 8 کیلوگرم بر لیتر، 8 کیلوگرم بر لیتر، استاد 8 چقدر عددش کوچیکه، پس توفشه گرم بر سانتی متر مکعب. اگه میخوای متر مکعبش باشه باید زدر 1000 کنی، 8 1000 کیلوگرم بر متر مکعب. گفتیم دیگه ولش کن واحدشو، عدد کوچیک بود توفشه، توفم گرمه، اگه عدد بزرگ بود متر مکعب سنگین کیلوگرمه. خب استاد جرم کره رو میخوام. استاد ببین جسارتا اگه جرم کره رو میخوای باید چگالیشو ضرب در حجمش بکنی، ولی حجم واقعی. استاد چگالیش 8 یا 8000؟ 8000 کیلوگرم بر متر مکعب. پس باید حجمش هم متر مکعب به دست بیاری. چرا؟ تا متر مکعبا با هم برن و جرمش کیلوگرم به دست بیاد. خب اصلا حجم واقعیش هم میتونم به دست بیارم، حجم واقعی فرمول چگالی. خب بفرما جرمشو نداری که، تو سوال هندونه جرمشو داده بودم، تو سوال قبلی گفته بودم 800 گرم. ولی اگه بیام حجم کلو منهای حجم حفره کنم، یعنی آقا از کلش، اصلا کلش میشه چی؟ 4/3 مثلا پی آر به توان 3. بیام حجم حفره رو کم بکنم، یعنی بیام 4/3 پی آر پریم به توان 3 رو کم بکنم. مثلا این آر پریمش باش، اون یکی آره. خب تمومه دیگه. اگه بیام از کلش، خب ببین قبلا تو سوال قبلی از کلش واقعی رو کم کردم حفرش موند، حالا اگه کلش حفره رو کم کنم واقعی به دست میاد دیگه، پس این حجم واقعی به دست میاد. استاد من از 4/3 پی فاکتور میگیرم آر به توان 3 منهای آر پریم به توان 3. چرا؟ چون پی 3 خود سوال گفته. خب میگم 4 ضرب داره شعاع به توان 3، شعاع اولیه 10، 10 به توان 3 1000 منهای آر پریم هم 5 به توان 3 125. خب استاد 1000 منهای 125 میشه 875. پس استاد حجم واقعیم 4 ضرب در 875، ولی 4 ضرب در 875 چی؟ عددی که داری سانتی متر مکعبه. چرا؟ چون شعاعهایی که قراره به توان 3 برسن سانتن. خب استاد ببخشید
الان سانتی متر مکعب دارم متاسفانه. راست میگی، سانتی متر مکعب دارم، قراره به متر مکعب تبدیلش کنم. سانتی 10^-2 متر هم که اینه، کلش توان 3، پس میشه 10^-6. پس ضرب در استاد 10^-6 کنم میشه متر مکعب. خیلی هم عالی. استاد چگالی رو ضرب در حجم کردم. چیکار کنیم؟ استاد نمیشد حجم رو جدا جدا پیدا کنیم؟ عدد شاید بهتر بشه. گیری نداریم ما. ببین من میام خیلی ساده میگم یه 4 دارم، یه 8 دارم، ببین یه 8 دارم، یه 4 دارم. 3 تا 0 با 10^-6 میره، میشه 10^-3، که 10^-3 در واقع میشه 1000 دیگه. یه بار دیگه میگم، ببین 10^-6 با 3 تا 0 که 10^-3 میشه 10^-3. 10^-3 رو اگه بیارم تو مخرج میشه 10^-3 که میشه 1000. پس من یه 4 دارم، یه 8 دارم، یه 875 دارم. خب همیشه بهتون گفتم، ببین بچه ها، 25% میشه 1/4. اگه تقسیم بر 2 کنم 12.5%، اینم تقسیم بر 2 کن میشه 1/8. خیلی مهمه 12.5%، خیلی مهمه بدونی 1/8، خیلی مهمه بدونی تو 100 تا 8 تا 12.5 تاست. خب حالا اگر من صورت و مخرج و ضرب در یه 0 کنم تو 1000 تا هم 8/125 تاست. خیلی مهمه تو 1000 تا 8/125 تاست. پس به 8 1، به 8 125. حالا بچه ها 875 نسبت به 1000 125 تا کم داره. استاد 1000 توش 825 تا است، به 125 1، حالا 875 یه دونه 125 تا کم تره، میشه 7 در 4 میشه 28. هر مدلی دوست داری ساده کن، من فقط از قصد اینجوری ساده کردم چون 12.5% و 87.5% یا 875 هزارم و اینا دوست داشتم بدونی که تو 100 تا 8 تا 12.5 تاست، پس تو 1000 تا 825 تاست. پس به 8 1، 1000 هم به 8 میشه 125. حالا 875 نسبت به 1000 یه دونه 125 تا کمتر داره. مگه 1000 825 تا نیست؟ خب 875 یکی کمتر، یعنی 7 داره، میشه 28. اینم که منزل بچه ها، ما اینم منزل، منزل بچه ها. چه گالی آلیاژ یا مخلوط حذف شده از کتاب درسی سال دهم؟ استاد پس نمیگین بچه ها. ما چون تو سوالای فشار میگه توی ظرفی 20 سانت آب، 20 سانت روغن، خب توی ظرفی یه مقدار آب لیمو داریم، یه مقدار نمیدونم روغن داریم، اگه بتونم چگالی مخلوطو به دست بیارم تستو راحت تر حل میکنم. پس من چگالی مخلوطو نه برای این که بری از کتاب گاج تست چگالی مخلوط بزنی، کتابای تست قسمتایی که حذف شدن رو حذف نکردن، چون اگه بخوان یه تیکر رو حذف کنن تمام شماره سوالای سوال و پاسخو بعد ادیت کنن، خب تمام صفحه آرایشون خراب میشه و بعدم پیش خودشون میگن حالا شاید سال بعد بیاد. باشه ما که گذاشتیم ولش کن، دانش آموزم که داره پولشو میده. پس فکر نکن هر چیزی تو کتاب تست هست چگالی آلیاژ یا مخلوط، اگه کتاب سال دهم تو برق بزنی، من خود معلم دهمم، یعنی خود معلم دهمم از اون که من توی کلاسی که تو دهم آنلاین دارم خودم درس میدم، خب ولی نیست، معلم تو هم احتمالاً بهت گفته تست مستقیم ازش نیست. من اگر اینو درس میدم هدفم این نیست که تو بری تست چگالی مخلوط رو از گاج حل کنی، هدفم اینه که تو فصل فشار که میخوام روژه هاش حل کنم با چگالی مخلوط شاید یه تست سخت و آسان‌تر حل بکنم. پس حذف یعنی چی؟ یعنی تست مستقیم نمیاد ولی من تو فشار ازش استفاده میکنم. نه از اینا یه ذره تستم. خب بچه ها
دم همگی گرم. ما فصل اول رو تموم کردیم. شاید نمیدونم، شاید یه معلم دیدم ما مثلا یه رو 20 دقیقه چگالی دو سه مثال حل میکنه، میگه دیگه محاسبات خودت حل بکن. من یک جلسه کلاس رو گذاشتم چگالی، ذوب کردن توش توضیح دادم، لابلاش انداختن توش، بالا اومدن توضیح دادم. بعد دیگه فقط یه چیزی هم که اینجا الان یهو به ذهنم رسید، بچه ها اگه سوال نمودار مثلا جرم بر حسب حجم بده، یه فرمول بعد بیاری که جرمو به حجم رفت بده. چه فرمولی؟ چگالی میشه جرم واحد حجم. نه استاد این به من حس خوبی نمیده، چون تابع باید جرم باشه. خب باشه، معادله بس به جرم بنویس، ام میشه رو ضرب در بی. استاد این به من حس ایگرگ مساوی دو ایکس رو میده. چرا؟ ایگرگ تابع، الان جرم تابع، ایکس متغیره، الان حجم متغیره. میشه به من بگی معلم ریاضی به این چی میگه؟ به دو میگه شیب خط. پس الان عرض از مبدا هم که نداری، ببین پس بفرما، این برای ماده آ، این برای ماده بی، کدوم ماده چگالیش بیشتره؟ بچه چگالی مگه نمیشه شیب خط؟ بله. پس چون یعنی الان چگالی میشه شیب خط، چون شیب آ بیشتر از بیه، پس چگالی آ بیشتر از چگالی. استاد میشه یه جور دیگه بگید؟ ریاضی نگید بابا، بیا یه حجم مشخصی از این دوتا رو بررسی کن. مثلا یه کف دست ماده بی چقدر سبکه، ولی همون کف دست از ماده آ چقدر سنگین تره، برای همین چگالی آ بیشتر از بیه. آها، روشش خوب بود. حالا طرف حفظ میکنه دیگه، میگه ایول شیب میشه چگالی. بعد بیشرف ها میان وی رو اینجا میدن، امو اینجا میدن. خب بچه ها تابع ویه، وی میشه ام به رو. اون حس خوبی بهمون نمیده، اینجوری بنویس باشه، وی میشه یک روم ام، همونه دیگه، رو رو. اینجوری نوشتم چرا؟ که حس ایگرگ مساوی دو ایکس بگیری. مگه معلم ریاضی نمیگه ایگرگ تابع حجم تابع؟ مگه معلم ریاضی نمیگه جرم متغیره ایکس متغیره؟ معلم ریاضی میگه ایکس متغیره، ما میگیم ام متغیره. معلم ریاضی میگه ایگرگ تابه، ما میگیم وی تابه. حالا معلم ریاضی میگه دو شیب خطه، پس یک روم شیب خطه. یعنی چی؟ یعنی اگه این ماده آی این ماده بی، استاد اونی چگالیش بیشتره که شیبش کمتره. یعنی الان باید بگی چگالی ماده بی بیشتر از چگالی ماده آی. چرا؟ بفرما. یه مشت از ماده آ بردار به ازای حجم ثابت. استاد ماده آ چقدر سبکه؟ ولی او همون مقدار، همون کف دست ماده بی، او چقدر سنگین تره، چقدر چگال تره، پس بی بیشتر از آ. اینم نمودارشه که باید دقت کنی. تو اینجا شیب خط چگالیه، ولی اینجا شیب خط یک به چگالیه. دم شما گرم. فصل یک تموم شد. ایشالله جلسه بعد ما شروع میکنیم فصل دو، ویژگی جامد، مایع، گاز. چیز خیلی سختی نیست. موینگی، دگرچسبی، همچسبی، اینا رو میگیم و تا برسیم ایشالا به اصلی ترین قسمتش، یعنی فصل، یعنی قسمت فشارمون تو فصل دو که نمره بیارتره. دم همگی گرم، خسته نباشید. ایشالا که هرچی زودتر این مشکل اینترنت و اینها حل بشه و کشور شرایط خوبی پیدا کنه، هم حال مردم هم شرایط مردم. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین. خدافظ.